با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت هموطنان عزیز، امیدوارم هر جای کره خاکی دارین زندگی میکنین خوب، سالم، سلامت باشید. آرزوی ما سلامتی شماست. امروز هم در خدمت یکی دیگه از پیشکسوتان هنر کشورمون هستیم. با صدای این استاد همه شما عزیزان آشنا هستید. یه عده از نسل جوان که اگر خانم ناهید دایی جواد رو ندیدن قطعا صداش رو شنیدن. ما این افتخار نصیب ما شد امروز در اصفهان خدمت این بانو برسیم و یک ساعتی رو مهمان منازل شما باشیم. من سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم ناهید دایی جواد. خیلی امروز خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و باعث افتخار ما هستید. قربان شما. منم عرض ادب دارم خدمت شما، خانم ها، آقایونی که اینجا تشریف دارن، هنرمندان، هنرپیشگان، هنروران، کسانی که اهل هنرن و با صدای من آشنایی دارن. بله، درود بر شما. میدونید که ما امروز خیلی راه اومدیم از تهران، از شهریار، از کرج جمع شدیم، یک تیم اومدیم خدمت شما. این خواسته مردم خونگرم ایرانه ده. چرا که مرتب با ما تماس میگیرن که چرا خدمت خانم ناهید دایی جواد نمیریم. بارها من از طریق دوستان به اصطلاح، حالا قبل از اینکه سوال هامونو شروع کنیم من یه مطلبی رو عرض کنم. من تقریبا 5-6 ماه پیش یه اتفاقی برای من افتاد. صندوق عقب ماشین ما رو خالی کردن، همه اون چیزهایی که بردین، نوش جونتون، اون آقای اون دوز که نیازمند مطالعه مسئله نداره، ولی دست منو بستین. من یک دفتر داشتم، 40 سال برای اون دفتر زحمت کشیده بودم، تلفن همه هنرمندا رو داشتم. من فقط با تلفن دارم کار میکنم. من تلفن خانم ناهید دایی جواد رو تو اون دفتر نوشته بودم، گم شد، ولی امروز یه شخصی پیدا شد به من کمک کرد. همیشه تو برنامه گفتم خدا به ما کمک میکنه. شما هم وطنان میپرسید که چجوری اینا رو پیدا میکنید؟ خدا به ما کمک میکنه. امروزم خدا آقای فاطمی رو سر راه ما میذاره. خب من حالا در رابطه با آقای فاطمی هم یک صحبتی دارم حتما بین برنامه. نمیخوام بیشتر خسته کنم استاد رو. میخوام ازتون سوال کنم، اصالتاً کجایی هستین شما؟ من اصالتاً اصفهانیم. اصفهانی هستین. خب دیگه کلن تو اصفهان هم زندگی کردین؟ همیشه تو اصفهان. چند تا خواهر برادر دارین؟ من تک دخترم، دوتا برادر. تک دختر، دوتا برادرم تو هنر دست دارن؟ نه. هیچ کدومشون؟ خب خانم ناهید دایی جواد چند سالگی ازدواج کرد؟ من حدود 27 سالم. 27 سالگی. حاصل ازدواجتون چیه؟ یه دختر. یه دختر. اون هنرمنده؟ اون رشته خودشه، نقاشی. اگر امکان داری خورده توضیح بده. خب نقاشی هم خب هنره دیگه، یه خود توضیح بدین. شوهر من وکیل دادگستری بود، ما تو وکالت نمی کردی. همینطور مشاوره حقوقی بود برای بعضی از شرکت ها. منتها اهل شعر بود، شعر مدرن است. بله. و من توسط اون با بزرگان ادبیات کشورمون آشنا شدم. بله. مثلا آقای هوشنگ گلشیری. بله. آقای ابوالحسن نجفی و محمد حقوقی و امثال. بله. خونه ما رفت و آمد داشتن. متاسفانه بیمار شد، کیوان قدرخواه بود شوهر من، و مریض شد و با تومور مغزی و از این حرفا از بین رفت. بله. حدود
11 سال پیش. بله. روحش هم شاد سن بودیم. بله بله. همسن بودیم. البته یه فامیلی دورم با هم داشتیم. روحشون شاد، یادشون گرامی. ما اینجا یادی میکنیم از همسر مهربون شما. چطور شد که به عالم هنر رو برد؟ توسط همسرتون بود یا؟ نه خیر، بله. من خیلی زودتر از اینکه ازدواج کنم میخوندم. بله. و ازدواج دیر کردم چون فکر کردم کسی حاضر نیست با یه خواننده زندگی کنه. نه، من از بچگی میخوندم، یعنی از کودکستان. معلم موسیقی ما در کودکستان آقای جهانگیر پازوکی بود. من همیشه جلوی صفحه بچه ها بودم چون صدامو قبول داشتن. صدای بلندی نداشتم ولی تحریر داشتم. تحریرای صدای من یه مقدار مورد توجه آهنگسازا بود. و مخصوصا به صدای خانم دلکش خیلی علاقه من بودم و اون موقع مرتب ما موسیقی گوش میدادیم. یعنی رادیو مرتب پخش میکرد و گوش میدادیم و یاد میگرفتیم. با گوش دادن آدم خواننده میشه در هر وقت. متاسفانه معلمی نداشتم، یا شاید خوشبختانه نمیدونم، بیشتر متاسفم از این جریان. ولی وقتی که تو رادیو بودم، رادیو اصفهان، از آقای تاج صحبتاشون استفاده میکردم و آقای کسایی بیشتر استفاده میکردم. موقع ضبط برنامه هاشون من همیشه حضور داشتم. از شبت خدمتتون که دوره دبستان و دبیرستانم همطور گذشت و همیشه نفر جلو بودم تو برنامه های سرمونی تشریفاتی مدرسه. بله. تا اینکه دیپلم گرفتم. دیپلم که گرفتم کنکور دادم و قبول شدم کنکور دانشکده ادبیات. وقتی رفتم دانشکده با آقای پادوکی و هوشمند عقیلی و اینا هم کلاس بود. هم کلاس بود. بله. آقای دکتر فاروقی رئیس دانشکده بود و خیلی علاقه من بود که دانشکده یه ارکستر داشته باشه. به ما پیشنهاد کرد که این کارو بکنیم و یه چند نفر رو دور هم جمع کنیم و متعاد نبودن اون موقع. مثلا 5-6 جاز داشتیم، 7-8 آکوردون داشتیم، نمیشد ارکستری تشکیل داد. آقای پادوکی از رادیو کمک میگرفت و از آقای حسن شمایزاده، بله نوازنده ساز بادی بودن. یه چند تا کنسرت داشتیم و کنسرت اولمون با آقای هوشمند عقیلی دو صدایی بود. آهنگ بردی از یادم خانم دلکش رو اجرا میکردیم و خیلی موفق بودیم. آقای ساغری، سیروس ساغری که در اصل اسمش حسین ساغرزاده بود، جز تماشاچی ها بود. بله. از صدای من خوشش اومده بود و بعد اومد پشت صحنه و گفت من یه آهنگی دارم، تو حاضری اینو بخونی زمده میکنی؟ نا گفتم که باشه. گفتم که خب الان بشنویم؟ گفت نه، بیا اداره رادیو. رادیو اصفهان موقع تو خیابون شهناز بود، حالا اسم شمس آبادی. من وعده کردم با ایشون و رفتم رادیو. آهنگو برادرش برای من خون، خیلی بد. گفتم چرا این آهنگو اینطوری میخونی؟ آهنگ همش تحریره، نمیشه که ساده خون. آهنگ اسمش دره خاموش بود. بله. غروب کوهستان و آقای جواد بدیزاده اسمشو گذاشتن. بله. گذاشتن غروب کوهستان. غروب کوهستان، بله. از شبت خدمتتون که نمیشد که مثلا این آهنگ رو ضبط کنیم. موقع آواز خوندن عیب بود. بله. حرام نبود. به همین میخوام اشاره کنم. شما به ازدواجتون اشاره کردید که من دیر ازدواج کردم به خاطر اینکه میترسیدم چون من خواننده بودم. بله. کسی با من ازدواج نکنه. میدونیم که پدر مادرها اون موقع خیلی سخت میگرفتن که مثلا بچه هاشون وارد هنر بشن. فرقی نمیکرد چه مرد چه زن، حالا چه پسر چه دختر، خیلی وحشت داشتن که کسی وارد هنر بشه. خانواده شما، حالا از موسیقی نمیخوایم خارج بشیم، فقط این یه سوال برام پیش اومد، شما خانواده سختگیری نکردن اون موقع شما میخوندید؟ پدرم شاگرد سبا ویولون میزد. خب خودشون هنرمند و دوست صمیمی آقای منوچهر سلطانی. منوچهر سلطانی پسرخاله مادر من بود، بهترین شاگرد سبا. از شبت خدمتتون که چون ساز میزدن، دوستانشون هم که دور هم جمع میشدن همیشه یه آهنگی رو میزدن و زمزمه میکردن. اینا منم بیشتر خواننده این گروه بودم تو خونه. بعد خیلی دوست داشتن که من یه آهنگ رو ضبط کنم. بابا شنیدن البته، منتها خب از مادر باید اجازه میگرفتم.
خانم ها باید همه کاری رو بخوان تا انجام بشه، مثلا در رابطه با دختر. دقیقا. بله. بعد صحبت کردن با مادرم و اجازه دادن که ضبط بشه آهنگ. آهنگ در رادیو با ارکستر رادیو اصفهان که 7-8 نفر بیشتر نبودن ضبط شد و آقای پازوکی ویولون میزد، آقای دکتر سهیلیان ویولون بود، آقای نورده، مرحوم نورده، مرحوم قدرت الله راستی، مرحوم علی ساغری، مرحوم سیروس ساغری، آقای هوشنگ سراج، اینا برنامه رو اداره میکردن و ضبط شد آهنگ، منتها اجازه پخش نبود. به چه علت اجازه پخش نبود؟ خب باید مادرم اجازه میدادن. مادر باید اجازه میدادن. مادر همین فقط اجازه دادن ضبط بشه، بح. یادگار بمونه، پخش نشه. بعد دیگه رئیس رادیو وقت اون موقع آقای مرندی بودن اصفهان و اصرار داشتن که آهنگ پخش کنن. گفتیم که آخه نمیشه بعد اجازه بگیرن و خیلی بده مادر ندونه دیگه وقت آهنگ پخش بشه هر بار. تا اینکه یه مسابقه پیش اومد در رادیو ایران بین 12 استان. بله. که از اصفهان من با آقای پازوکی رفتیم تهران و البته حالا عرض میکنم چه جوری اجازه گرفتیم. به خاطر رفتن تهران همه فامیل رو دور هم پدر من جمع کردن، مردان، زنان، نه. و همه یک پارچه مخالف بودن که ناهید خواننده بشه تو رادیو، دختر بعد ازدواج کنه، شوهر کنه، اینطوری نمیشه اون حرفا. بعد دایی من وکیل دادگستری بود، متاسفانه در 38-39 سالگی فوت شد، پاشد صحبت کرد، طوری صحبت کرد که همه اینا ساکت شدن، که ناهید به اصطلاح یه آدم عاقل بالغه، کسی براش نمیتونه تصمیم بگیره، خودش میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. بله. فقط خواندن نیست که اینطوری، و اجازه بدین که بره ناهید. یه همه ساکت شدن، چیزی نگفتن و من به اتفاق آقای پازوکی رفتم تهران. رفتیم هتل اکسلسیور، وابسته به وزارت اطلاعات بود، در نبش تخت جمشید ولی عصر. بله. موقع پهلوی بود. بله. بله. اونجا پذیرایی میکردن ازمون و شب میخوابیدیم و روزا میبردنمون گردش و رادیو و حرفا. روزی 3 استان برنامه اجرا میکردن. روز اول مثلا ساری و تهران و شیراز بودن، روز دوم مشهد و مثلا زاهدان و کرمانشاه، روز چهارم اصفهان بود، روز سوم اصفهان بود. و خب من خیلی وحشت داشتم از میکروفون، میکروفون خیلی ترس داره. بله. به خصوص اگه آدم بخواد بخونه تمام بدن آدم سر میشه و گیج میشه و دود از کله آدم میره بالا. بله. و این حالت برای من بود. از شاید خدمتون که یه 100 نفر آدم تماشاچی بودن، یه ارکستر شما رادیو بود که خودش 10-15 نفر بودن، تو لوژ همه هنرمندان نشسته بودن که آقای گلپایگانی یا خانم پوران، خانم الهه رو من میدیدم که خب همیشه آرزو داشتم ببینم ایشون. تو اتاق فرمانم که شاهرخ نادری کارگردانی میکرد همه جمع شده بودن، آقای بدیزاده و آقای وزیر اطلاعات وقت، آقای نصرت الله معینیان، خودشون اصفهانی بودن، میخواستن این دختر اصفهانی چیه و اینا، برنامه رو تماشا میکردن. خیلی ترس داشت جلوی اینا خوندن. من واقعا خودم نبودم که این آهنگ رو میخوندم، خیلی هم بد خوندم. بعد که شنیدم از ضرب انداختم، یه جا بی خودی کشیده بودم، یه کارایی کرده بودم که خودم اصلا شرم داشتم ازش. بعد خیلی تشویق شدم، یعنی خیلی از خوب خونده بودین که تشویق کردن. تشویق شدم، یعنی واقعا مثلا میشه گفت رو ساعت 2 دقیقه دست میزدن، خیلی وقت بود و خیلی موفق بودیم. عرض شود حضورتون که آهنگم اسمش غروب کوهستان بود و به من آقای بدیزاده میگفت دختر کوهستان. همیشه خیلی موفق بودم و منتها خانمای خواننده خیلی خوشحال نبودن از این جریان که من موفق شدم. اصفهانی مثلا چرا باید موفق بشه که تهران نیست که چرا از اصفهان. خانمای خواننده از همدورهای شما کیا بودن؟ خانم مرضیه بودن، خانم دلکش بودن، خانم الهه، خانم پوران. بله.
اینا بودن. خانم سیما بینا اهدی هم بودن که سیما دانشجو بود، دانشکده هنرهای زیبا بود، با ما هم دوره بود در هر حال. از چقدر خدمتتون که خوشحال نبودن. خلاصه این آهنگ رو چند تا از خوانندگان خوندن که روی منو کم کنن و منم اصرار نداشتم که خیلی خودم رو نشون بدم. هفته بعدش این آهنگ رو آقای معروفی تنظیم کردن برای ارکستر گلها و آقای شهنازم منو ساپورت میکردن تو رادیو ایران و ساز تنهاش رو آقای شهناز زدن. از شبت خدمتون شد گلهای صحرایی شماره 62، یعنی آخرین گلهای صحرایی. برنامه اجرا شد و باور کنید روزی که این آهنگ پخش شد ما سر سفره نهار بودیم تو اصفهان. پدر من سر شده بود، یعنی مسخ شده بود وقتی این آهنگ رو میشنید و تعجب کرده بود که ناهید مثلا اینقدر خوب خونده مثلا این آهنگ بود. من شدم خواننده گلها و از افتخارات هم اینه که ترانه های که آقای معروفی ساخته بودن ترانه هاشون رو به من دادن اجرا کردم. سخت‌ترین آهنگا رو برای من میذاشتن که خوانندگان از عهده‌اش بر نیومده بودن و یکی هم که اولین خواننده آواز بودم در برنامه گلها از خانوما. از خانوما. خب صحبتمون رو همینجا نگه می‌داریم. بله. کسانی که الان دارن توی خونه این برنامه رو دارن نگاه میکنن، چایشون میدونم آماده از پای گیرنده هاشون نشستن تا یه چایی بخورن. من و شما یک استراحت کوتاهی داشته باشیم، ضمناً یکی از آهنگهای شما رو ببینیم، برگردیم باز در خدمت شما باشیم. گلهای صحرایی برنامه شماره 62. گل و پروانه بسنده تو پیمون کنار گلشنی سرسبز و خندون، الهی شاد باشن هر دوتاشون، ستاره بختشون باشه درخشون. بله دیدیم و برگشتیم. باز در خدمت سرکار خانم ناهید دایی جواد هستیم. من واقعا امروز شرمنده همه اصفهانی های عزیز شدم، چرا که انقدر مهمان نواز، انقدر خونگرم. همینجور که شما دارین برنامه رو نگاه میکنید ازتون یه خواهش دارم، عاجزانه ازتون تقاضا دارم. ببینید یه عده از همکاران خوب ما که خیلی دوستشون هم داریم همیشه چوب لای چرخ این برنامه میذارن که به من میگفتن نرو خانم ناهید دایی جواد اصلا مصاحبه نمیکنه، نرید. ولی ما اومدیم، وظیفه میدونستیم. شما هموطنان خواسته بودید، شما خواسته بودید ما حرکت کنیم، ما امر اطاعت کردیم. خیلی شهرستان ها رفتیم، خیلی استان ها رفتیم، خیلی خدمت پیشکسوتا رسیدیم فقط به خاطر اینکه رضایت شما رو جلب کنیم، خنده‌ای رو به لب شما هموطنان بیاریم. عاجزانه ازتون تقاضا دارم. امروز من مهمان یکی از اصفهانی ها بودم، خودش هنرمنده، استاد ویالونه. ایشون با من تماس گرفتن چند روز پیش، توسط ایشون من اومدم ناهید دایی جواد رو پیدا کردم و در خدمتشون هستم. بازم میگم عاجزانه از شما هم وطنان عزیز میخوام، چون ما ایرانی هستیم، ما مسلمون هستیم، ما خیلی رئوف هستیم، همه جای دنیا معروف هستیم به رئوف بودنمون. دستتون رو ببرین رو آسمون، از خدا بخواین. خانم آقای فاطمی مریض هستن، تو بستر بیماری هستن، دعا کنیم براش، دعا کنیم که همه مریضا شفا پیدا کنن، همه مریضا، مخصوصا همسر مهربون جناب آقای فاطمی که امروز ما خیلی ما رو شرمنده کردن. ساعت 11 ظهر زنگ زدیم، وقتی رفتیم دیدیم چه سفره انداختن. وقتی من گفتم ما 4 نفر داریم میایم، گفت 10 نفر میایم. دم همه اصفهانی ها گرم. میریم ادامه مصاحبه. خب خسته نباشین. خسته که نشدین شما؟ نه خیر. حالا قبل از اینکه این دوباره ازتون سوال داشته باشم، من یکی از ترانه هاتون رو خیلی دوست دارم. خب حالا الان مثلا دفتر مجله خانواده تماس گرفته بودم که آقای تهرانی گفتن که حتما داری میرین گروه کوهستان و سوال کن ازش و فلان. گفتم چشم، خیلی هم شما رو دوست داشت. گفت یک اسطوره است، تکرار نشدنی. همینطوره، ما درست اولین بار با هم روبرو میشیم ولی واقعا هم زیبا صحبت میکنید، هم قشنگ صحبت میکنید، واقعا به دل خود ما نشسته. خدا رو شکر. یکی از ترانه هاتون رو من خیلی دوست دارم، اونم اینه که
از بس دل و دل کردی ننه، آب ما رو گل کردی، خیلی گلگی داشتی از اسپانی. این بل. آهنگ اسپانی حدود 120 سال عمر داره. بله نه آقای کسایی هم چیز امتحانی میکردن و منم میخوندم. بله بله، آقای کسایی یکی از هنرمندای خوب کشورمون بود، اصفهانی بودن، درست میگم دیگه؟ بله. روحشون شاد. تو مراسم خاکسپاریش هم من بودم. واقعا همه این اساتیدی که الان میخوای آقای شارخ نادری زنده و سلامت باشن، زنده هستن، از یه دست پیشکسوتا، خودشون پیشکسوت هستن، قد به زیبایی از پیشکسوتا دارن صحبت میکنن، یاد میکنن. امیدوارم البته همه هنرمند، همین جوانام هم همینطور هستن و اینجوری باشن، قدر پیشکسوتای خودشونو بدونن که خانم ناهید زحمت کشیده تا به اینجا رسیده که دوربین کوچه خاطرها از آلمان بیاد بگرده پیدا کنه بشینه باهاش گفتگو کنه. من زیاد حرف میزنم. خب توسط چه کسی به گلها دعوت شدی؟ من الان سختی رادیو رو میخواستم ازتون سوال کنم که خب رادیو اومد دنبال شما. بس. شما یه آترانه رو خوندید، رادیو اومد دنبال شما. برای گلها چجوری شد؟ کیت به عرض کنم خدمتتون که غروب کوهستان که اجرا شد، بله، آقای جواد معروفی آهنگو شنیدن، آقای پیرنیا هم تاییدش کردن و گفتن که تنظیم میکنیم برای ارکستر گلها. تنظیم کردن برای ارکستر گلها و من اصفهان بودم. قرار شد که بیام تهران و ضبط کنم. البته میکس شد چون ارکستر قبلا اجرا کرده بود. میدونین من همیشه اصفهان بودم چون معلم بودم. ضمن اینکه درس میخوندم دانشکده، تربیت معلم امتحان دادم و قبول شدم. قبل از اینکه لیسانس بشم معلم شدم. یعنی آموزگار شدم و کلاس اول درس میدادم ارامنه. مجبور بودم ارمنی یاد بگیرم تا بتونم فارسی درس بدم. در حد کلاس اول البته ارمنی. و برام مشکل بود که ول کنم کارم و برم تهران خوانندگی بکنم. اینه که روزهای چهارشنبه عصر بیکاری من بود، میرفتم تهران، پنجشنبه ارکستر گلها ضبط داشت، جمعه برمیگشتم که شنبه سر کارم باشم. هیچ وقت غیبت نکردم. از شبت خدمتتون که یه دفعه آهنگ قسم به خدا، اولین گلهای بلندی که من اجرا کردم، آهنگ مال موسی خان معروفی بود، سگاه اجرا میکردم اینو، خیلی قشنگ بود آهنگ و خیلی هم خوب ضبط شد. آقای پینیا من گفتن پولشو نمیخوای تو؟ گفتم اگه قرار به من پول بدی؟ نه. گفتن که بله باید پولشو بگیرین. یه هزاری دادن به من اون موقع، سال 41-42. اون موقع من 720 تومن حقوق میگرفتم از آمدش پرورش. این خیلی پول بود. یک ماه. هزار تومن آوردم صاف اسفان دادم به بابام، چون من احتیاجی اصلا به پول نداشتم. پدر و مادر من از خانواده بسیار متمکنی بودن و احتیاجی نداشتن اصلا پولی آنچنان. عرض آقای شهنازم پیشنهاد کردن که من سولوی آهنگ رو میزنم و تارش رو ایشون دادن. به قول خودشون شور رو دشت زدن، یه دشتی شور زدن تو غروب کوهستان و برنامه خانم آذر پژوهش هم دکلمه کرد. حالا غروب کوهستان من شدم خواننده گلها و در اصفهان هم تو رادیو فعالیت داشتم. چند تا آهنگ اشکم دونه دونه، آه سینه، سوز، خطا کردم، چند تا آهنگ از تاغری، چند تا آهنگ از آقای پادوکی اجرا کردم که خیلی آهنگ شروع هم رفته، حدود 70-80 تا آهنگ من اجرا کردم. کلا چند تا آلبوم دادیم بیرون؟ آلبوم من ندادم. شما زمانی که خوندین سی دی بود، صفحه بود. 78 دور بود. کوچیکا. دو تا آهنگ جا میشه. 45 دور. نه 45 دور بزرگتر بود. 78 دور اینقدی بود. بله. هر دو تا آهنگ، یه آهنگی و رو یه آهنگ. بله. چند تا صفحه. بتهوون و رویال چاپ می‌کردن این آهنگا رو، ولی من هیچ وقت دخالتی نداشتم. آقای پادوکی این کارو می‌کرد. بله. درسته. آقای پازوکی الان هستن دیگه؟ آقای پازوکی بله، امریکا زندگی. بله، من میخوام بدونم که شما با هم در تماس هستین؟ گاهی اوقات تلفنی تماس میگیرم، احوالشون رو میپرسم، ولی میدونم که مریضه. خیلی دوست دارم با اون، انشالله که خدا شفاشون بده، چرا که یکی از هنرمندهای قدر کشورمونه. بله. از همکارهای قدیمی
باشون در ارتباط هستین؟ با اون کسایی که کار با کی هستن کار میکردید که یه یادی بشه؟ تهران؟ نه، کلن تو عالم هنر از پیش کسات هایی که باشون کار میکردید؟ متاسفانه هر کدوم کار میکردم از بین رفتن، فوت کردن. بله. اونایی که رادیو اسمان بودن شاید یکی دو نفرشون هستن، بقیه از بین رفتن. با تماس هستین با هم؟ بله. شما رو میان آقای هوشنگ سراج نوازنده کلارینت کرج زندگی میکنن، من تلفنشون پیدا کردم، احوالشون پرسیدم. و آقای جهانگیر بهشتی ضرب بودن که باز احوال پرسی میکنم ازشون، بقیهشون هم احوال رفت. بله، تا دیروز همه اونهایی که بین ما بودن و امروز نیستن، روحشون شاد، یادشون گرامی، اینا بودن که هنر کشور ما رو به اینجا رسوندن که همه هم دوره های ما، مخصوصا اونایی که دهه 50 بودن، یک دوره طلایی رو برای این کشور، برای این آب خاک ساختن. خستتون نمی کنیم، یک استراتی کوتاه، یکی از ترانه های زیبای خانم ناهید رو می بینیم، باز برمی گردیم در خدمت شما هست. خسته نباشید.
بله، باز برگشتیم در خدمت شما از ترانه هایی که خوندیم. البته میدونم شما راجع به کوهستان و ترانه هایی که من اسم بردم و چند تایی که شما خودتون اسم بردین، البته تمام ترانه ها مثل بچه های آدم هن دیگه، خلاق شما هستین و مثل بچه ها هستن، نمیشه گفت کدومو دوست دارین، ولی من ازتون تقاضا دارم اصلا یکی از این ترانه های خودتونو شده تو خونه، مثلا حالا یه کاری دارین انجام میدین یا نشستین تو دهنتون زمزمه کنین؟ بله، من مرتب مشغول زمزمه کردنم، اینقدر زمزمه میکنم که ظهر که میشه دخترم میگه مامان لطفا آهنگتون عوض کنیم یا آهنگ دیگه برام بگیم. از بعد زمزمه میکنم. کدوم آهنگ و کدوم ترانه رو؟ آهنگایی که خیلی دوست دارم گل‌ها اجرا کردم، یکیش آهنگ آقای پازوکی، یکی شعر رهی معید میشه، ناله بی اثر، قسم به خدا هست که آهنگ مال متخان معروفی و شعر مال بهادر یگانه، و یکی هم یه آهنگ هست که آقای معروفی برای مرگ خالقی ساختن، چنگ افسونگر مانده خموش، شعر مال بهادر یگانه و آهنگ در مایه شوشتری. این ستا رو خیلی دوست دارم، ولی خب آهنگای دیگه مثلا خطا کردم، آه سینه سوز، آهنگایی که تو اصفهان اجرا کردم مرتب زمزمه می‌کنم. بله. آخرین آهنگی که قبل انقلاب خوندین کدوم آهنگ بود؟ کدوم ترانه بود؟ والا یادتون هست؟ قبل از انقلاب یادم نمیاد. من آخه تا سال 48 بیشتر رادیو نبودم. سال 48 از رادیو اصفهان اومدم بیرون. و به کار دیگه رفتم دانشگاه کار میکردم تا سال 55، یعنی کار میکردم نه تدریس میکنم دانشگاه. من امور خوابگاه ها رو داشتم، خوابگاه های دخترانه داره میکردم و امور دانشجویی. ارکستر دانشگاه رو اندازی کردیم با دکتر عبدالفضل سوئیلیان، مرحوم دکتر سوئیلیان، و آخرین برنامه‌ای که با ارکستر دانشگاه اجرا کردیم آتشین لاله بود، آهنگ افشاری بود، آقای بنان هم اجرا کردن، اونو اجرا کردیم با هم دیگه. ولی بعدش دیگه برنامه‌ای نداشتیم تا سال 55 من ازدواج کردم، 2 سال مونده به انقلاب. بعد یه موضوعی پیش اومد بین من یه دانشجو، شوهرم گفت دیگه نمیخواد بری دانشگاه و برگرد همون آموزش پرورش، و برگشتم برای چون دیگه لیسانس بودم به دبیری مشغول شدم. و وقتی که سال 74 از 44 تا 74 30 سال بازنشست شدم، آموزشگاه ها دعوت به کارم کردن برای آواز، شغل شریف معلمی، درس بگی، درس دادن آواز. تمام اون شاگردایی که بالاخره زیر دست شما بودن و از شما آموختن میدونستن شما خواننده بودین؟ بله، همشون میدونستن. شاگردام هم تو مدرسه میدونستن. منتها خب تو مدرسه ما اجازه آواز خوندن نداشتیم. درست. ولی تو خونه خیلی زیاد میخوندیم، یا تو مهمونی‌های خصوصی و خودمونی، عروسی مثلا پسر خاله عروسی، دختر خاله عروسی، دختر دایی، اینطوری آواز میخوندم. بله. قابل توجه بینندگان عزیز، ما امروز اومدیم محل کار خانم ناهید دایی جواد. خب ناهید خانم بگم از این به بعد؟ هر جور دوست داری. چون معروف به ناهید بودین دیگه. بله، درسته؟ بله. خب ناهید خانم، الانم به فکر میکنم شما آواز دارین تا. بله. خب از آموزش پرورش که بازنشسته شدین. بله. بازنشسته شدین، چطور شد اومدین این کار انجام بدین؟ عرض کردم خدمتتون دیگه، دعوت به کار شدم توسط آموزشگاه ها. آموزشگاه های معروف موسیقی شهر همشون لطف کردن، اومدن در خونه و گفتن که بیا آموزشگاه ما درس بده. الانم قبلا تمام روزهای هفته مشغول بودم، منتها بعد بیمار شدم 1 سال پیش و کارم کمتر شد، دوباره شروع کردم الان برم سر کلاس دوباره آواز درس بدم. انشالله امیدوارم موفق باشید، سالهای سال ما بیایم شاگردی شما رو بکنیم و یاد بگیریم از شما. یاد بگیریم از شما، چرا که یکی از با اخلاق ترین خواننده ها هستن، یکی از واقعا نمونه است، تکرار نشدنی هستن.
اولین بار که صداتون رو از رادیو شنیدید، خب موقع تلویزیون خیلی کم بود، رادیو بود. بله رادیو. اولین باری که صدای خودتون از رادیو شنیدین چه احساسی داشتید؟ تو آسمونا بودن. بله. زمین اصلا نبود. بله. با پدرم گوش میدادیم با هم دیگه. گفتم پدرم مسخ شده بود اصلا. و منم خب همینطور. یعنی اصلا تعجب کردم که این صدای منه، چون من فکر نمی‌کردم صدام قشنگ باشه. می‌دونستم تحریر دارم ولی صدامو فکر نمی‌کردم قشنگ باشه که اینقدر مردم خوششون بیاد. دیگه شانس آوردی. اصلا همون در سن پایینی، البته کارگردان برنامه من اشاره میکنن که تاریخ تولد نایت خانم رو شما سوال کنید. وای تو رو خدا، از یه خانم میپرسن اصلا سنشون؟ بله. حالا اگر امکان داره بفرمایید. بله هیچ اشکال نداره. بله. من خیلی سنم بالاست. بله. من 73 سالم. بله. 1321. 73 سال که بالا نیست که. 28 اردیبهشت 21. بله من اومدم تو صحبتاتون یه بار دیگه تکرار بفرمایید. 28 اردیبهشت 1321. ماشاءالله. هزار ماشاءالله. بزنم به تخته. سنی نیست که. بله. امیدوارم 100 ساله بشین، 150 ساله بشین. از تمام این جوانها که این همه جلوی ما رو میگیرن، میخوان بیان تو عالم هنر، خوانندگی، بدونن از تجربه شما استفاده کنن. پدر شادروان، پدرتون فرمودید بله. که یکی از شاگردان آقای صباح بود. بله. منتهیشون تو 45 سال 50 سال بیشتر ویولون نزدن. بعد گفتن من چیزی نمیشم. گذاشتن دیگه نزدن. دیگه نزدن. گفتن منوچهر باید ساز بزنی. منوچهر سلطانی. آقای منوچهر. اصفهان خیلی هنرمند داره. بله. خیلی واقعا. آقای انوشیروان روحانی میگفتن یه چیزی تو آب و خاک این شهر هست. بله. باعث میشه اینقدر همه هنرمند شد. اون موقع که من رفتم رادیو برای اولین بار همه اصفهانی بودن. بله. آقای ایرج، آقای گلپا، آقای تجویدی، آقای کسایی و تاج و شهناز از یه طرف، آقای محمودی خونساری، آقای ادیب خونساری، آقای طاهرپور، اینا همه اصفهانی بودن. بله. پس میشه گفت شهر هنرپرور و هنرمند. واقعا. بله. زنده و سلامت باشن. یکی دیگه از ترانه هاتون رو ببینیم و بشنویم. الان توی صحبت‌های قبلیم خدمتتون عرض کردم خیلی از جوان‌های ما جلوی ما رو می‌گیرن که می‌خوان بیان خواننده بشن. چه توصیه‌ای به این جوان‌ها دارید؟ حالا یا از کلاس‌ها می‌خوان بیان، یه سری کلاس‌های باز شده، خیلی خیلی، یا همجوری می‌خوان بیان خواننده بشن، چه توصیه‌ای برای این جوان‌ها دارین؟ بیان نیان؟ آیا این جوان‌ها فکر می‌کنن که مثلا اونا که خواننده هستن الان دیگه دنیا مال اوناست، چقدر دستمزد می‌گیرن، چقدر حقوق می‌گیرن، اینا رو نمی‌دونن؟ چه توصیه‌ای به این جوان‌های ما دارید که بدونن که یک خواننده موفق حتما باید یه شغلی داشته باشه؟ بفرمایید. بله، عرض کنم خدمتتون که جوانا باید بدونن که صدایی مورد توجهی که تقلیدی نباشه. متاسفانه همه خوانندگان ما از قبلی ها یا خوانندگان بزرگتر تقلید میکنن و این اصلا ارزش نداره. یعنی صدای تقلیدی بی ارزش. اینو باید بدونن چه زن چه مرد. ببینین ما خواننده داریم الان در رادیو ایران که آهنگای خانوما رو میخونه و خیلی موفق. بله. ولی اونایی که آواز میخونن و شاگرد مثلا فلان خواننده بودن خیلی نزدیک صداشون به صدای استادشون و اصلا دوست داشتنی نیست. برای همین بسیاری از خوانندگان حالا رو آدم صداشون دوست نداره. بله. و به نظر من باید حتما یه شغل رسمی آدم داشته باشه، در کنارش موسیقی هم کار بکنه، حالا یا آواز بخونه یا ساز بزنه، در هر حال یه شغل دیگه ای داشته باشه. من اون موقع که رادیو بودم آقای ایرج با لباس فرم میمدن. بله، ایرج خواجه‌امیری. بله. که مهمان برنامه، به زودی مهمان برنامه گوشه خاطره هستن. آقای قوامی با لباس ارتش میومدن و اسمشون فاخته ای بود چون نمیخواستن اسم اصلی رو فاش کنن. به اصطلاح خانما اسمای مستعار داشتن. عرض کنم حضورتون که همه یه شغلی داشتن، مثلا آقای شهناز مثلا شهرداری بودن، کجا بودن. هیچ وقت پول هنر کافی نیست برای زندگی. اینو باید جوانا بتونن که یه شغلی داشته باشن در کنارش حالا خوانندگی یا هنرپیشگی یا موسیقی رو دنبال کنن. خب یکی از سوالامون البته خیلی نزدیک به همین سوال من که به اصطلاح همین
جوانایی که میخوان خواننده بشن، باز همین میگم که فکر میکنن که اینا خواننده‌ای که دارن پول پاره میکنن. یک خواننده چه خصوصیاتی باید داشته باشه که بیاد خوانه؟ حالا عشق داشته باشه؟ نه، چی داشته باشه؟ چه جوری باشه؟ عاشق باشه؟ چه جوری باشه؟ نه، آواز خوندن عاشق بودن لازم نداره. خود موسیقی عشق به عشق. خب صداشو باید داشته باشه، صدا باید داشته باشه عادتا، یعنی و آواز ایرانی و تحریر داشته باشه. ما بسیاری از خانمایی که میان کلاس متاسفانه آگاهی موسیقی خانما خیلی کمتر از آقایونه و این من راشون میندازم تو آواز. دستگاه رو نمیشناسن، آواز رو نمیشناسن و اصطلاحات موسیقی براشون عجیب و غریبه. برای همین مثلا دو سه جلسه میان تو کلاس بعد ول میکنن، نمیدونم هم چرا. یه اطلاعات کوچیکی بالاخره آدم باید در باره موسیقی داشته باشه، اطلاعات کنکوری در حقیقت، و من تشویقشون میکنم و راشون میندازم تو آواز خوندن. بسیاری از کسانی که کلاس من اومدن الان کلاس دارن و سوارن به قول بعضیا. موفق باشن ان شاء الله. خب من همیشه اینو میخوام بگم که خدا نکرده نه هموطنان من دلخور بشن، ناراحت بشن، نه استادی چون خانم ناهید دایی جواد. مرگ یک هنرمند چی روزه؟ البته هنرمند هیچ مرگ نداره. الان مثلا خب شما از زنده یاد پوران اسم بردی. بله. خب این زنده است همیشه. همیشه. یا شهناز همیشه زنده است با اون تار زیباش. بله. یا آقای کسایی زنده است. هنرمند مرگ نداره. دقیقاً. مرگ یک هنرمند چه روزیه؟ وقتی که مردم دیگه صداش نشنون، براشون نوار نذارن، رادیویی نداشته باشن، ضبطی نداشته باشن، نشنون صداش. موقع مرده. ببینید الان سالها گذشته که خانم ناهید دایی جواد دیگه نمیخونن، ولی از یاد مردم نرفتن. مردم مرتب زنگ میزنن چرا نمیرین خدمتشون، چرا باشون گفتگو نمیکنی؟ من میخوام برای قشنگی این برنامه هرچی که دوست داری از صمیم قلب با هموطنان عزیز صحبت کنید، هرچی که دوست دارین بهشون بگین، هرچی که دوست دارین بگم بشون. حرفا من زدم. بله. گله من از جوانای خواننده است که آهنگای قدیمی ها رو تقلید میکنن. بسیار بد. بله. آدم وقتی تقلید میکنه یک کاری باید بکنه که بهتر باشه. بله. نه اینکه بدتر باشه. الان مثلا غروب کوهستان یه جوانی خونده که اصلا قابل شنیدن نیست. بله. یه آقایی گذاشته بود سی دی رو و میزد تو سرش. باور کنید وقتی که غروب کوهستانشین. بله. این درست نیست که آدم آهنگای دیگران رو بخونه. اگه راست میگین از خودتون آهنگ درست کنین، بگین تازگی داشته باشه برای مردم، برای شنونده، نه اینکه یه کار نو بکنین، یه کاری بکنین که کسی نکرده باشه. اگه قبل از شما یه خانمی یا آقایی یا آهنگ رو خونده که دیگه کار جالبی نیست شما دو مرتبه اون رو اجرا کنین. این کار به نظر من بسیار عبث و بیهوده است. بله. شنیدم از آهنگای شما رو پخش کردن، عکس دیگران رو گذاشتن، اینو شما دیدین؟ بله. اگر امکان داره راجع به اینم کمی صحبت. بله. تو همین برنامه خاطره ها نه خاطره ها نه سوت دلان از یه شبکه دیگه پخش میشه، حالا نمیدونم تو کدوم شبکه. بله. یه گوینده ای هستن میگن آقای منافی اسمشون. بله. من نمیشناسم. عکس منو گذاشته مثلا غروب کوهستان رو پخش میکنه، سه تا عکس دیگه هم کنار من هست که اصلا من نیستم. بله. و یکیش مخصوصا این نوار به پیشونیش بسته که گفتم حتما اون موقع است که من عربی میرخصیدم. این عکسو گرفت. شما عربی هم میرخصیدین؟ این یک گلگی بود از شما عزیزی که البته من دیدم خودم بارها این اشتباه شده. یه موقع مثلا میان از آقای قاسم جبلی آهنگ کارون یا دنیاشو پخش میکنن، بعد یه عکس دیگه میذارن یا عکس قاسم جبلی رو گذاشتن صدای کسی دیگر رو دارن پخش میکنن. این درست نیست. یه خورده دقت داشته باشیم تو کارمون. خانم ناهید دایی جواد همون ناهیدیه که شما هموطنان دوست دارید. بریم یکی دیگه از ترانه های زیبای شما رو ببینیم، برگردیم. تایم پایانی برنامه رو باید خدمت شما باشیم. خب ما الان که اینجا نشستیم داریم گفتگو میکنیم، یکی از نواهای زیبای خانم ناهید اینجا نشستن. می‌خواستم ببینم شما چند تا نوه دارید؟ همین یکی دارم. همین یه دونه. نوه دختری یا پسری؟ یه دختر. دختر. راسته که میگن نوه مغز بادومه؟ واقعا آدم اصلا فکرش نمی‌کنه که آدم نوه‌شو اینقدر دوست داشته باشه. بله. تا
نداشته باشه و نبینه متوجه نمیشه. بعد داشته باشه دیگه گرفتارش میشه. گرفتارش. خب من چند روز دیگه انشالله نوه‌دار میشم. 2 ماه دیگه. انشالله. اونم نوه دختری. بله زنده باشی. منم 2 تا دختر دارم چون در غربت هستن. من ماهاست که ندیدمشون. امیدوارم با دیدن این برنامه بدونن که من همیشه به یادشون هستم. و تو برنامه قبلی هم یک آهنگ هدیه کردم. اگه جا داشته باشه از کارگردان این برنامه تقاضا کنم در پایان این برنامه یک ترانه برای همه دخترها، همه دخترهایی که مثل دختر خودم میمونن. 2 تا دخترامو خیلی دوست دارم. زندگی هنرمندا همش خاطره است. با خاطره زندگی میکنن. دوست دارم یه خاطره شیرین، چرا که من تو برنامه های قبلی هم قول دادم این خاطرات خوب هنرمندا، حالا چه تلخ باشه چه شیرین، برای مردم خوبه. اینا رو جمع کنم یه کتابی بنویسم به نام هنرمندان، خاطرات هنرمندان. یه خاطره شیرین به هموطنان عزیز ما تعریف کنید. یه خاطره جالبی دارم از موقعی که دختر شایسته انتخاب میکردن برای ایران به. و دختر شایسته دنیای دختری بود از ژاپن به اسم اوشیدا به. که واقعا این یه شاخ گل بود وقتی که من دیدمش. و از ایران میترا نیکامپور بود از رضایی گذشتی که حالا اسمش ارومیه است. ارومیه شده. بله عرض کنم خدمت این اینا اومدن رادیو رو بهشون نشون میدادن، یعنی یکی از جای دیدنی اداره رادیو بود که براشون خیلی جالب بود. اومدن ببینن و اومدن استودیو گلها. استودیو گلها جدا بود از رادیو، تو حیات رادیو ایران بود و شروع کردن عکس گرفتن و کنار نوارا، کنار آدم ها اینا. بعد آقای پیرنیا منو هل داد طرف اینا، گفت تو هم برو با اینا عکس بگیر، تو دختر زاینده رودی، از همه اینا سرتری. خیلی پوز منو میداد همیشه آقای داوید پیرنیا، خدا رحمتش کنه. یکی از خاطراتم، یکی از خاطرات دیگه‌ای که دارم آشناییم با پرویز یاحقی که من همیشه آرزو داشتم یه آدم رو ببینم. یه دفعه یکی از آهنگ‌های گلها رو داشتیم ضبط میکردیم، ناله بی اثر مخالف سگاه، و ارکستر تو ضرب آهنگ مونده بود، تمرین لازم داشتن. آقای معروفی به من گفتن تو برو تو کوریدور استراحت بکن، ما اینو تمرین میکنیم بعد صدات میکنیم. من اومدم بیرون و بعد دیدم که آقای یاحقی 4-5 نفر رو سرش هوارن و نمیذارن اصلا بجنبه، میخوان دارن میرن با هم دیگه، میان تو کوریدورم یه جایی بلندی بود. من بایستدم گفتم سلام آقای یاحقی. نگاه کردن من، گفتن سلام، تو کی هستی؟ گفتم که من نایب دایی جواد هستم. گفتن که اینجا چی کار میکنی؟ گوینده ای؟ گفتم چون خودشون گویندگی میکردن تو برنامه دارد. گفتم نگویانی سم، من خواننده هستم، با آقای معروفی کار میکنم، الان ضبط دارم و چند دقیقه دیگه صدا میکنم. گفتن تو خواننده ای؟ تو کی هستی مگه، اسمت چیه؟ گفتم اسمم ناهیده. گفتن ناهید؟ ناهید توی؟ ناهید غروب کوهستان توی؟ و نشستن و دستای منو گرفتن، دستشون شروع کردن بوسیدن و گفتن تو میدونی با دل من چه کردی؟ تو میدونی با این مردم چه کردی؟ و من خیلی خوشحالم که تو رو میدم و معذرت میخوام که نشناختم. و بعد دستم رو ول کردن و با اون آقایون رفتن. دیگه ندیدمشون تا سال 77 که اومدن اصفهان، اومدن خونه ما با آقای بیژن ترقی. خیلی عزیزن برای ما، برای مردم ایران. واقعا این اسمایی که برده میشه همشون عزیزن. شما به آرزوهاتون رسیدین؟ بله دیگه، منم تمام آرزوهاتون. خب برخورد مردم با شما چطور؟ خیلی محترمانه بوده اصفهان. من اصفهان باور نمی‌کردم اینقدر مردم احترام بذارن. خب من همین مردم که این وقتی میگم یعنی کل ایران. خب بح. الان این برنامه رو دارن اصفهانی‌ها می‌بینن، چون من از اصفهان خیلی تلفن دارم. همین چند یک ساعتی که در منزل آقای فاطمی بودم حداقل 3-4 نفر زنگ زدن. از اونجا اومدیم بیرون دوباره چند نفر زنگ زدن. یکی از اصفهانی‌ها زنگ زدن گفتن خانم ناهید جواد دیدی؟ گفتم نه، به جواب کردن ما دیگه داریم میریم تهران. آره حالا بعدن این برنامه رو ببینه. گفتم که بدونن که ما دوباره برگشتیم، حالا آقای فاطمی تماس گرفتن و ما برگشتیم. امیدوارم لذت ببرن. به مردم اصفهانی که الان در این برنامه میبینن چه صحبتی دارید؟ هیچی، ازشون میخوام تشکر کنم. هم تشکر کنم از همه محبتی که نسبت من داشتن و دارن. همیشه احترام گذاشتن، همیشه استقبال کردن،
کنسرت خیلی زیاد دادیم بعد از انقلاب. قبل از انقلاب در اصفهان مردم خیلی استقبال کردن و متشکرم ازشون. از مردم اصفهان؟ از مردم اصفهان. خب مردم اصفهان هم حتما شما رو خیلی دوست دارن که این همه با ما تماس میگیرن، خیلی مهمان نواز هستن. خب خانم ناهید دایی جواد، از مسیری که طی کرده تا به امروز، حالا در چه فرقی نمیکنه، چه شغل شریف معلمی باشه، چه خوانندگی باشه، چه خانه‌داری باشه، از مسیری که تا امروز طی کرده راضی هست؟ اگر راضی هست یه خورده توضیح بده. خیلی راضیم، چون ازدواجی کردم، شوهرم آدم فوق‌العاده‌ای بود و خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، مثلا کتاب خوندن رو مجبورم میکرد که مثلا کتاب بخونم، یه هفته وقت داری بی نوایان رو بخونیم، یه هفته وقت داری بر باد رفته رو بخونیم، وقت کم میذاشت ولی خب کتاب خیلی قطور بود و اینجوری بود در هر حال. بعد خونه دارم بودم، خونه داری میکردم در حدی که اون رضایت داشته باشه. و دیگه چه سوال کردین شما؟ همین راجع به زندگیتون که راضی هستید؟ بله، از موسیقی هم قاطیش بود دیگه. بله. از کار موسیقی بله. که راضی بودین؟ دقیقا، وقتی که خواستگاری من اومد گفتم من بزرگترین عیبم اینه که ناهیدم بله. چون من آواز میخونم، گفت مثلا من برای همین اومدم سراغ تو. روحشون شاد باشه. چقدر خوبه که انتخاب به جا باشه، انتخابش هم خیلی خوب بوده. خیلی از عزیزان ما در سن سال ما که هستن، ما که میگم یعنی جفتمون، وقتی بازنشسته که میشن فکر میکنن که دیگه باید بشینن تو خونه هیچ کاری نکنن، ولی میبینیم که خانم ناهید دایی جواد داره الان آواز داد. الان در حال حاضر چی کار میکنید؟ همین کار تدریس؟ بله، تدریس آواز. امکان داری خود؟ بله، ضمناً میخواستم در صحبت ها از دخترم تشکر کنم، از دامادم. بله، این پایان برنامه داریم. بله، و نوه کوچولو. بله، اینا خیلی به من محبت دارن و تحمل میکنن واقعا منو، چون عرض کردم خدمتون من بیمار بودم. بله، یک سال قبل وضعیت خیلی خطرناک داشتم ولی الان خوبم. تقصیر اینا بود که من حالم خوب شد. بله، و از مردمم سپاسگزارم که اینقدر به من محبت دارن. و شاید اونایی که هنرمند بودن 100 دفعه به من تلفن کردن، احوالم پرسیدن، یعنی میترسیدن که یه وقت من بمیرم. یعنی چه حالتی دور از جون. یکی از هنرمندایی که من خیلی بهشون علاقه داشتم و چند باری مزاحمشون شدم، جناب آقای شادروان باید بگیم، آقای ارهام صد بود. همشهری شما سیگه؟ بله. اسم موقع شده بود که بریم پای برنامه هاش بشینید و بله، هم اتاق. کلاس من بودن. بله، ایشون شبانه درس میخوندن، 20 سال با هم فاصله سنی داشتیم. بله، چون خانمشون با من هم کلاس بود و هم سال بودیم، ولی خودشون 20 سال بزرگتر بودن. بله، و همیشه میرفتم نمایشاشون تماشا میکردم و دوست داشتم. و رفیق پدر من بودن، میمدن سراغ پدر، پدر رو میدیدن وقتی که مریض بودن، ولی متاسفانه هیچ کدوم دیگه دنیا نیست. خب خانم ناهید دایی جواد تو زندگیش تو عالم هنر الگوی هم برای خودش داشته؟ مثلا بگه خانم دلکش زیبا میخونه، من میخوام مثل ایشون باشم، یا خانم مرضیه خوب میخونه، یا خودش بوده، چجوری؟ من تحریرا رو از آواز آقایون تقلید میکردم. بله، بیشتر از آقایون میشنم که صدام شبیه کسی نباشه. نباشه، بله. بله، ولی عاشق صدای دلکش بود. بله، و شخصیت دلکش، چون دلکش خیلی هنرمند بود. بله، خیلی هنرمند. آهنگساز بود، به اسم نیلوفر آهنگ میساخت. من ساز زدنشون رو دیدم، ستار میزدن و خوندنشون هم که در درجه سه بود. بله. خب حالا میخواییم خداحافظی کنیم، اگر از کسی میخوایی تشکر کنی، البته من اومدم وسط صحبتاتون، میخواستین از دامادتون تشکر کنی، دیگه پایان برنامه هست و میخواییم خداحافظی کنیم. بله، البته ما دلمون نمیاد ولی خب دیگه تایم برنامه اینه. خیلی ممنونم از محبت شما و اینکه وقت گذاشتین حرفای منو بشنوین. یک دنیا متشکرم از شما، از آقایی که اینجا تشریف دارن، آقای فاطمی. سپاسگزارم از خانم ها، متشکرم. زنده باشین، درود بر شما. بله عزیزان، به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی است، ادامه داره کوچه خاطره ها. امیدوارم همینطوری که
شما به هنرمندا علاقه دارید و هنرمندا بیان بشینن صحبت کنن وقت بذارن تا ذره از خاطرات شما عزیزان زنده باشه. تشکر میکنم از کارگردان فنی کوچه خاطره ها، تشکر میکنم از مدیر لایق شبکه، از تمام اون کسایی که برای شبکه دارن زحمت میکشن یک تصویر زیبا رو ببریم خونه شماها که این برنامه رو دوست دارین. تشکر میکنم از خانم نازی که تو این برنامه ما رو همراهی کردن و از خانم دنیا، مخصوصا از آقای فاطمی که امروز خیلی زحمت کشیدن برای این برنامه. اگه آقای فاطمی نبود این برنامه هم نبود، چون من میگم تلفن ها رو گم کردم، راجع به دفتر تلفنم صحبت کردم. آقایی که دفتر منو بردی، گوشی های منو بردی، من دستم به اون دفتر کار میکرد، با اون دفتر کار میکردم. اگر امکان داره بیار بذار یه جا به من بگو تلفن من از شبکه بگیر، بذار من کارم رو ادامه بدم، چون یک ملت منتظر این برنامه هست. ازتون خواهش میکنم، خدا حافظ. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتون باشه.